درود دوستان خوبم، این هم آموزش دامن مدلدار از سری آموزش های دوره نازک‌دوزی قسمت دامن ها. امیدوارم که مورد استفادتون قرار بگیره و لایک و کامنت هم یادتون باشه. برای تهیه این مدل دامن احتیاج به الگوی اولیه یا پایه دامن داریم که قسمت جلو و قسمت پشت رو از هم جدا می کنیم. پنس‌های قسمت جلو رو هم قیچی می کنیم. به این دو تا پنس ما احتیاج داریم برای انتقال پنس و مدلی که می خواهیم روی این دامن پیاده بکنیم. الگوی قسمت جلو رو از خط وسط جلو می زاریم روی دولای بسته کاغذ. پنس ها را هم قیچی می کنیم. حالا پنس ها را به هر طرفی سمت راست یا سمت چپ به دلخواه خودتون انتقال می دین، جایی که می خواهید دراپه اونجا تشکیل بشه. و باید ما اینها را باز بکنیم. موقعی که اینها را باز می کنیم، پنس ها را می بندیم، این پنس ها منتقل میشه به این قسمتی که می خواهیم دراپه داشته باشه. و این دو خاصیت داره، هم پنس‌های روی کمر حذف میشه و هم اینکه این قسمت باز میشه که ما حالت دراپه روی دامن ایجاد بکنیم. به این ترتیب پنس ها منتقل شدن به یک طرف دامن و این جاهایی که اینجوری اوازمان خورده و باز شده همون دراپه هایی که در سمت چپ یا راست دامن در قسمت جلو تشکیل میشه. این قسمت ها موقعی که به حالت چین اینجا تا میشه و برمیگرده سر جای خودش، ببینین اینجا دراپه ایجاد میشه. سمتی که دراپه خورده را از زیر دراپه ها به بعد به این شکل که میبینید هلال میکنیم. یک بار الگوی آماده شده را روی یک لایه باز پارچه قرار میدیم و محل دراپه ها را هم علامت گذاری میکنیم. سپس به حالت پیلی هایی که رو به طرف کمر هستن اونا رو کوک میزنیم. یک بار هم همون الگوی اولیه‌ای که هنوز هیچ کاری روش انجام نداده بودیم رو قسمت جلو از خط وسط جلو میذاریم روی دولای بسته پارچه. در خط پهلو به اندازه 20 تا 25 سانتی متر پایین میایم، از اون به بعد و یک طرفشو هلال میکنیم. این قسمت الگوی جلو که در زیر قسمت بعدی قرار میگیره دراپه نخورده، اصلا ساده است. این شد قسمت جلو لایه زیری دامن. قسمت بعدی جلو دامن که دراپه خورد، اینم میاد رو این قسمتی که ساده بود و بدون دراپه بود این قرار می و از این خط پهلو به اندازه دراپه ها از اینجا تا اینجا یه دوخت ساده ابتدا از رو که این دوتا به هم وصل بشن یه دوخت ساده میزنیم. در این طرف هم همین کار رو انجام میدیم. این دوتا رو روی هم منطبق میکنیم و به همین اندازه که اینجا دوخت خورد اینجا هم همون دوخت رو از روی دوخت ساده میزنیم تا این دو رویه، این دو لایه‌ای که به قسمت جلو مربوط هستن روی هم منطبق بشن. موقعی که این دو طرف رو روی هم منطبق کردیم
این قسمتی که هلال خورده به این شکل روی هم قرار میگیرن و قسمت جلوی دامن آماده میشه که لایه زیری بدون دراپ است، لایه رویی از یک طرف دراپ خورده، پنسا هم اینجا حذف شده. قسمت پشت هم که الگوش میره روی دولای باز پارچه، در وسط پشت زیب میخوره. برای دوخت کمر هم چون اینجا ما این دراپه ها را داریم، بهتره که به این قسمت کمری دوخته نشه، بلکه کمری که حالت سجاف داره، یعنی یک دوم دور کمر که به این قسمت دوخته میشه برمیگرده به داخل. برای پشت هم همین کارو انجام میدیم.